برادران مجاهد حمید بکایی، رامیز روشن و حسن جزایری که از مسئولین دیپلماسی مجاهدین در مقاومت ایران در انگلستان بودن. البته اجازه بدین که همچنین این نکته رو تاکید بکنم روش که در واقع این پیروزی درخشانی که حاصل شد بایست که حتما اشاره کرد به نقش تعیین کننده و تلاش‌های خستگی ناپذیر و شبانه روزی خانم نوروزی نماینده شورا که اینجا حضور دارند و به واقع که جای خیلی تبریک و تهنیت داره به شخص ایشون، چون هدایت این کارزار رو در صحنه ایشون برعهده داشتن. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم یک بار دیگه از شما به خاطری که در این برنامه شرکت کردید. در بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت که لحظاتی پیش دیدیم اشاره داشتن به اسنادی که در جریان دادگاه افشا شده و حاکی از توطئه و زد و بندهای پشت پرده رژیم علیه مجاهدین بود و در همین پیام هم مطرح کرده بودند که وظیفه مقاومت ایران هست که مردم ایران رو از این امر با جزئیات و با اسامی مأموران اطلاعات آخوندها مطلع بکنن. من میخواستم لطفاً در مورد مدارکی که به این دادگاه ارائه شد، چه از طرف دولت انگلستان و همچنین مدارکی که مقاومت ایران به این دادگاه ارائه کرد، مقدمتاً توضیح برای بینندگان اون بدید. بله، خواهش می‌کنم. واسه مقدمتاً خدمتتون عرض کنم که در جریان دادرسی به این پرونده به طور مشخص در یکی از جلسات در برابر کمیسیون که فکر میکنم 10 ژانویه بود، دولت مدعی وقت خواستن وقت زیادی از دادگاه شد، گفتش که ما چندین هزار صفحه مدرک داریم که نشون میده که مجاهدین درگیر فعالیت‌های تروریستی هستند. و خب البته روزی که مدارک خودشون رو ارائه کردند وکلای دولت انگلیس و وزیر کشور، به قول معروف کوه موش زایید و به جای چند هزار صفحه سند متقن و مستدل، در واقع یک زونکن 500 صفحه‌ای که از قضا من اینجا با خودم آوردم، این زونکن قرمز رنگ که شاید بینندگان شما ببینن اینجا هست، اسنادیه که دولت انگلستان به دادگاه بله که به اصطلاح خواسته ثابت کنه که مجاهدین درگیر فعالیت‌های تروریستی بودن. همین یک زونکن هست که حدود 500 صفحه است. البته وقتی که تیم وکلا و خود ما این اسناد رو به دقت بررسی کردیم، باستی عرض کنم خدمتتون که فقط 13 صفحه از این 500 صفحه اسنادی هست که جدیده و اشاره‌ای داره به اصطلاح دعاوی خود دولت انگلستان علیه مقاومت ایران علیه مجاهدین، و بقیه این صفحات یعنی حدود 487 صفحه چیزی نیست جز مثلا یه تعدادش کپی فتوکپی یک سری کتابایی هست. حتی بعضی از این کتابا کتابایی هست که خود مقاومت ایران یا حامیان مقاومت مثل آقای کازاکا تولید کرده بودن هست. اینا صرفا اینا رو کپی کردن که نشون بدن سند زیاد دارن. یک مقداریش در واقع انعکاساتی هست که تو رسانه‌های مختلف درک شده، حالا چه علیه مقاومت چه علیه مقاومت. و نکته جالبی که باید اضافه بکنم خدمتتون این هست که وقتی که این مدارک رو دادن، گفتن یک مجموعه زیادی هم اسناد محرمانه هست که اینا رو در اختیار ما قرار نخواهند داد، که وقتی که وکلای ویژه کسانی هستن که دسترسی دارن به مدارک محرمانه در مقابل دادگاه استدلال کردن که این مدارک رو به ما بدن و ما اینها رو دریافت کردیم و بررسی کردیم، با کمال تعجب متوجه شدیم که فکر میکنم خانم نوروزی هم اشاره کردن که برخی از این مدارک در واقع مکاتبات و مراودات وزارت خارجه انگلیس به طور اخص با مزدوران شناخته شده و پیشونی سیاه وزارت بدنام اطلاعات آخوندی، از جمله افرادی مثل مسعود خدابنده و انسینگلتون و این قبیل افراد، و یا افرادی که جزء لابی شناخته شده رژیم آخوندی و مبلغان دیرینه سیاست مماشات و استمارت امثال گری سیک و ویلیام بیمن و این قبیل افراد بودند که به واقع در این
سیاست ننگین برای حفظ این برچسب و ناچسب علیه مقاومت ایران خیلی نقش فعالی داشتن. و این اسناد اسناد محرمانه بوده، اینا رو به اصطلاح محرمانه کرده بودن که کسی متوجه نشه، که مثلا فرض کنید یک ایمیلی بود از یک فردی که نوشته بودن فلان فرد به اسمش روش قلم گرفته بودن به فلان جا، که بعد که اینا افشا شد یعنی غیر علنی شد نوشته بود مثلا از مسعود خدابنده به فلان مسئول وزارت خارجه انگلستان، یا مثلا از گری سیک به فلان مسئول وزارت خارجه انگلستان به دادگاه علنی کرد. بله دادگاه خود بزاد گفتن که اینا هیچ عاملی توش نیست که بخوان بگین مدارک محرمانه است، امنیت ملی ما رو تحت شاغلان میده و به واقع نشون میده که اوج رزالت و در واقع میشه گفت دناعت کسانی که توی این سالها همواره به عنوان عصای زیر بغل رژیم آخوندی عمل کردن. و خب اینجا هم این اشاره کردن خانم رجبی به توطئه هایی که علیه مقاومت بوده توی این سالها، کاملا نقش خود رژیم آخوندی توی این اسناد خیلی روشن بود. توی خود همین اسناد باید اشاره بکنم مثلا باز یک سری ایمیل هایی بود که بین وزارت خارجه انگلیس و وزارت خارجه امریکا رد و بدل شده بود، که مثلا گفته بودن توش که اولا این که مجاهدین مدعی هستند که مجاهدان اشرف به اصطلاح افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ژنو هستند درست نیست، یا مثلا با کمال وقاحت و در اوج در واقع بس گفت مسخرگی گفته بودن که مجاهدین که مدعی هستند که 2.5 میلیون حمایت دارن در عراق حتی 2 حامی عراقی ندارن، در حالی که خب همه میدونن که 5.2 میلیون عراقی بود، اسنادش بود، فیلمش بود، رهبران کنگره 10000 نفره اعلام شد. اینا گفته حتی دو حامی هم حتی مجاهدی 2 تا حامی عراقی ندارن. و خب نشون میده به شما که چقدر این پرونده‌ای که پرونده سازی در واقع واسه عرض بکنم علیه مقاومت ایران شده بود تو انگلیس، و به اعتبار همین در واقع میشه گفت جعلیات این برچسب رو اصرار داشت دولت انگلستان، و به رغم همینطور که مهمانان قبلیتون به درستی گفتن حمایت اکثریت پارلمان انگلستان اصرار داشتن که بر مقاومت بمونه. در مقابل اجازه بدید قبل اینکه شما به اون وجهش یعنی اسناد مقاومت اشاره بکنیم، تماسی از ایران هست سوال همتون رو بشنویم بعد این بخش از صحبت شما رو دنبال کنیم. سلام می‌کنم حضور هموطنی که از ایران با ما در تماس هستید، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام می‌کنم به شما اهل ایران، مهمان عزیزتون پیروزی بزرگ به شما و تمامی مدعیین کاربردار و مدعیین شهر تبریک میگم، هزاران تبریک میگم، و ان شاءالله که این زحماتی که شما میکشید بی‌هوده نباشه و همیشه دوای ما سر گرفتیم به آرزو اون روزی که اون وعده و انتهایی که داشت شده و خانواده هایی که واقعا اینجا چشمه جا هستم منتظر دیدار شما هستم از نزدیک اشاره به حضور برسیم و امیدواری که تمام این قدم ها در راه آزادی که خطوش من قدر بزنم و هرچه بیشتر در این راه مدیره. خیلی ممنون، قربان شما، خدا حافظ شما. قربان شما.